سلام و درود به همگی دوستای عزیز امیدوارم که حال دلتون عالی عالی باشه امینی وایتی هستم و توی این ویدیو قراره بهتون ریورس تانل به سبک رد هول رو آموزش بدیم و این نوع تانل تقریبا میشه گفت که اختلالات ریورس تانل معمولی رو برطرف کرده و دیگه شما هم نیازی نیست که روی سرور ایرانتون پنل نصب کنید و بیایید حالا پنل به پنل ریورس تانل رو اجرا کنید کافی فقط پنل سنایی یا علی رزا رو روی سرور خارجتون نصب کنید و رتول تانل رو اجرایی کنید و با بهترین سرعت و بهترین کیفیت ازش استفاده کنید من قبل از اینکه برم سراغ ویدیو خیلی خیلی تشکر می کنم از دوستانی که این اسکریپت رو آماده کردن این سرویس رو آماده کردن تا ما بتونیم به راحتی هرچه تمام تر یک تانل خیلی خفن پرسرعت و با کیفیت داشته باشیم و بتونیم ازش استفاده کنیم دوستان اسپانسر آقای سرور هست که چند سالی ارائه دهنده متنوع ترین خدمات میزبانی هستند که شما میتونید با کمترین هزینه اولیه بیایید بهترین سرور اختصاصی خودتون که کاملا آی پی تمیز هست رو از آقای سرور تهیه کنید و از این سرور استفاده کنید خوبی که آقای سرور داره اینه که یک ربات تلگرامی در اختیار شما عزیزان قرار میده که شما میتونید از طریق این ربات تلگرامی بیایید سرور مجازی خودتون رو تهیه کنید و ازش استفاده کنید قیمت هاشون هم میتونید مشاهده کنید شما بعد از اینکه سرورتون رو خریداری کردید میتونید بهشون درخواست بدید یه دونه دامنه رایگان براتون اوکی میکنن که میتونید از اون دامنه هم برای سرویس هاتون استفاده کنید سرور هاشون متصلا به یک سرور ایران مثل این میمونه که شما یک سرور تانل شده اختصاصی برای خودتون میگیرید و میتونید ازش استفاده کنید قیمتاشون واقعا خوبه پشتیبانی خیلی خوبی دارن اگر دنبال جایی میگردید که بتونید سرور تهیه کنید و پشتیبانی خوبی داشته باشید میتونید از آقای سرور سرور اختصاصی خودتون رو تهیه کنید و تحویلشون هم آنی هست یعنی به محض اینکه شما خرید رو بزنید همون لحظه سرور رو بهتون تحویل میدن خودم هم سرور خارج رو الان از خودشون از طریق ربات تلگرام تهیه کردم که میان وارد ربات میشم این رباتشون هست لینک ربات و آدرس سایتشون رو توی دیسکریپشن و کانال تلگرام هم براتون قرار میدم که میتونید بیایید استارت کنید و از منوی که اینجا هست بیایید خرید سرور رو بزنید البته قبلش بعد بیایید موجودیتون رو از این قسمت افزایش بدید خرید سرور رو که بزنید اینجا لوکیشن هایی که دارند رو براتون میاره اگر قصد خرید سرور دارید حتما از آقای سرور همین الان یه دونه سرور دوستان تهیه کنید چرا؟ چون آتش بازی خورداد ماهشون شروع شده و 30 درصد تخفیف گذاشتند که میتونید از این کد تخفیفی که توی کانادشون گذاشتن استفاده کنید برای خرید سرور بعد از اینکه سرورتون رو خریداری کردید میاد قسمت مدیریت سرور و از این قسمت لیست سرور هاتون میاد مثلا من یه دونه سرور آلمان تهیه کردم اینجا برام میاره یک باروش کلیک میکنم و در این قسمت شما هر کاری که دوست داشته باشید میتونید روی سرورتون انجام بدید نامش رو تغییر بدید رمزش رو تغییر بدید سیستم عاملش رو عوض کنید خاموش روشنش کنید و غیره و از قسمت مشخصات سرور مشخصات سرورتون رو دریافت کنید خب من این سرور رو الان تهیه کردم آیپی رو بهم داده به همراه رمز ورودش خب ما میایم تانل زدن رو با سرور ایرانمون شروع میکنیم من یه دونه سرور ایران اینجا دارم که میام آی سرورم رو کپی میکنم و با استفاده از برنامه پوتی SSH میزنم به این سرورم اما بریم سراغ نصب رت هول تانل که من میام این رو کپی میکنم دستور نصبش رو و داخل سرور ایران قرار میدم و اینتر رو میزنم خودش شروع میکنه مراحل نصب رو انجام میده توی آپدیت اخیرشون زمانی که شما این اسکریپت رو اجرا میکنید میاد چک میکنه اگر نصب بود قبلا که میگه نصب اما اگر نصب نبود میاد خودش به صورت اتوماتیک شروع میکنه و این تانل رو برای ما نصب میکنه خب اینجا نسبش به پایان رسید و این منو ظاهر شد زمانی که این منو ظاهر میشه این بالا آی پی سرور رو میزنه کشور رو میزنه که الان برای من زده ایران چون توی سرور ایران هستیم آی رو اینجا مشخص میکنه و اینجا یک سری گزینه ها وجود داره که ما میتونیم با استفاده از این گزینه ها بیایم این تانل رو برقرار کنیم شماره یک میاد تانل رو روی سرور ایران اجرایی میکنه دوستان این تانل یک خوبی که داره اینه که شما میتونید مثلا چند تا سرور خارج رو بیایید متصل کنید به همین یه دونه سرور ایران و این خیلی عالی هستش حالا چطور این کار انجام میشه در ادامه بهتون میگم پس ما میایم اینجا شماره یک رو مینویسم اینتر رو میزنم اینجا ازم میپرسه که الان توی سرور ایرانت هستی یا توی سرور خارجت خب چون ما توی سرور ایران هستیم عدد یک رو میزنیم و اینتر میکنیم اینجا ازمون میخواد که بیایم برای این تانلمون یه دونه پورت انتخاب کنیم شما باید اینجا پورتی بنویسید که آزاد باشه یعنی نه روی این باند هاتون باشه نه پورت پنلتون باشه و یه پورتی باشه که درگیر نباشه مثلا من میزنم 20 20 و نه یا ۲9 این رو من میزنم اینجا هم بنویسمش که یادم نره 2099 رو برای پورت تانلم در نظر میگیرم اینتر رو میزنم خب اینجا ازمون میپرسه که شما چند تا کانفیگ دارید اگر از پنل سنایی یا پنل علی رزا دارید استفاده می کنید اینجا منظورش از کانفیک ها همون این باند هایی هست که توی سرورتون یا همون پنل سناییتون در حال حاضر دارید و باید اونها رو اینجا وارد کنید مثلا اگر شما توی پنلتون ده تا این باند داشته باشید باید اینجا بنویسید ده هر چند تا داشته باشید باید اینجا بنویسیدش حالا چون ویدیو آموزشی هست و ما هنوز این باندی اینجا ایجاد نکردیم من فقط می نویسم سه تا این باند دارم اینتر رو میزنم حالا اینجا ازم میخواد که بیام پورت این باند ها رو اینجا بنویسم مثلا پورت یکیش 443 هست می نویسم اینتر گفته پورت دو رو وارد کن پورت دو مثلا 8880 هست می نویسم دوباره اینتر میزنم اینجا ازم میخواد که پورت این باند سومم رو وارد کنم مثلا می نویسم 80 80 و اینتر رو میزنم اینجا ازم میپرسه که میخوای ترانسپورتت روی TCP باشه یا UDP. ما چون از TCP سی پی استفاده میکنیم اینجا من می نویسم تی و اینتر رو میزنم کارمون توی سرور ایران تموم شد این پایین هم ازمون میخواد که یه بار دیگه اینتر رو بزنم میزنم اجرایی. رد تانل روی سرور ایران ما به پایان رسید حالا اینجا یک سری گزینه های دیگه داره مثلا گزینه دو رو اگر من بیام بزنم کلا این تانل رو برای من حذف میکنه گزینه سه رو اگر بیام بزنم میاد وضعیت تانل من رو چک میکنه مثلا میام سه رو میزنم اینتر رو میزنم خب ببینید دوستان اگر اینجا خارج سرویس برای شما قرمز بود و ایران سرویس برای شما سبز بود یعنی اینکه شما تانل رو به درستی روی سرور ایرانتون انجام دادید مراحلش اوکی هست و الان تانلتون فعاله اینتر رو میزنم تا برگردم به منوی قبل شماره چهار برای ریستارت کردن سرویس هست شماره پنج برای اضافه کردن کرانجاب هست حالا این کرانجاب چی کار میکنه؟ میاد این سرویس رو هر چند دقیقه یا چند ساعت یک بار ریستارت میکنه که مشکلی برای کانفیک ها پیش نیاد قطعی و اختلال هم نداشته باشید پس من میام اینجا شماره پنج رو وارد میکنم اینتر رو میزنم اینجا به هم میگه که با شماره یک میتونی بیای کرونجاپ رو فعال کنی با شماره دو هم دلیتش کنی من یک رو اینجا میزنم اینتر خب اینجا دوباره ازم میپرسه که روی کدوم سرویس هستی خب چون ما روی سرویس ایران هستیم شماره دو رو میزنیم و اینتر اینجا ازمون میپرسه که هر چند ساعت یک بار من بیام این ریستارت رو انجام بدم و این سرویس تاند رو ریستارت کنم مثلا من میذارمش روی 6 ساعت میگم هر 6 ساعت یک بار بیا این کار رو انجام بده پس شماره 4 رو اینجا مینویسم و اینتر رو میزنم کرونجاب به راحتی فعال میشه یه بار دیگه این تر رو میزنم و تمام این هم از فعال سازی کرونجاب اما میرسیم به یک بخش مهم اگر شما روی پنل صنایع یا علی رضایی که نصب دارید خواستید یه پورتی رو حذف کنید یا خواستید یک پورتی رو اضافه کنید باید چیکار کنید باید بیایید از شماره 6 استفاده کنید مثلا من می نویسم شماره 6 اینتر رو میزنم اینجا گزینه یک برای اضافه کردن پورت‌ها و قوانین آی پی تیبل هست شماره دو برای مشاهده ترافیک پورت ها هست و شماره سه هم برای حذف کردن قوانین آی پی تیبل هست که از هر کدوم دوست داشتید میتونید استفاده کنید و دوستان یک موردی که فراموش کردم بهتون بگم اینه که ما نیازی نداریم روی سرور ایرانمون پنل صنایی نصب کنیم به هیچ وجه نیازی نیست ما پنل یا علی رو روی همون سرور خارجمون نصب میکنیم و ازش استفاده میکنیم فقط پورت هایی که توی سرور ایران اضافه کردید رو حواستون باشه که چه پورت هایی بودن و اونها رو توی سرور خارج ما باید اضافه کنیم پورت هایی که من اضافه کردم این پورت خود تانل هم بود و پورت 8080 هشتاد هشتاد رو اگر اشتباه نکنم بریم سراغ سرور خارجمون برای کانفیگ کردن و اجرای این تانل. بعد از اینکه مراحل تانل رو روی سرور ایرانتون انجام دادید نوبت به سرور خارجمون میرسه که من از آقای سرور تهیه کردم میام آی پی سرور رو یک بار روش میزنم کپی بشه با استفاده از برنامه پوتی میام SSH میزنم به این سرور یوزرنیم و پسوردم رو وارد میکنم خب پسوردم اینجا هست کپیش میکنم اینجا قرار میدم و اینتر رو میزنم قبل از هر چیزی نیازه که سرورتون رو آپدیت کنید پس من مینویسم اپت آپدیت اینتر رو میزنم تا سرور من آپدیت بشه بعد از اینکه سرورتون آپدیت شد نیازه که بیایید پنل صنایع رو, روی سرورتون نصب کنید ادمین ادمین رو هم میزنم و وارد پنل صنایع میشم که روی سرور خارج نصب کردم خب ما اومدیم اینجا یک سری پورت ها رو توی سرور ایرانمون ساختیم حالا باید بیایم این باند هاش رو توی سرور خارج بسازیم پس من میام وارد سرور خارجم میشم توی پنل صنایع میرم بخش این باند ها ادین باند رو میزنم پروتکل ویلس یا ویمس فرقی نمیکنه پورت خیلی مهمه من از پورت 443 استفاده کردم اینجا همین سم 443 میشن رو باید بذارید روی TCP روی ویب سوکت جواب نمیده روی TCP میذارم و اینجا میام کریت رو میزنم یه دونه این باند دیگه این هم کریت میکنم و اینجا ما اومدیم سه تا پورت رو ساختیم اما میریم سراغ خود هول تانل میام دستور نصبش رو از اینجا کپی میکنم و اینجا توی سرور خارجم وارد میکنم خودش اتوماتیک میاد مراحل نصبش رو انجام میده نیازی نیست هیچ کاری کنید تا منو برای ما ظاهر بشه خب بعد از اینکه هسته رتولتانل نصب شد و این منو برای ما ظاهر شد طبق روال قبل میایم شماره یک رو میزنیم اینجا ازمون میپرسه روی سرور ایرانی یا خارج خب چون روی خارج هستیم شماره دو رو من میزنم اینتر اینجا از میخواد آیپی سرور ایرانمون رو وارد کنه. من آیپی سرور ایران رو از اینجا کپی میکنم و اینجا وارد میکنم دوستان از همین طریق شما میتونید بیایید چند تا سرور خارج رو به یک سرور ایران متصل کنید یعنی برید چهار تا سرور خارج دیگه بگیرید به این مرحله که رسیدید ازتون آیپی سرور ایران رو خواست بیایید آیپی سرور ایران رو اینجا بزنید اینجا تانل پورت رو از ما میخواد تانل پورت خیلی مهمه ما توی سرور ایران تانل پورت رو گذاشتیم 2099 دقیقا باید بیایید همین رو توی سرور خارجتون هم قرار بدید اگر متفاوت باشه تانل کار نمیکنه خب من اینتر رو میزنم اینجا مجددا ازم میپرسه که چند تا کانفیگ یا چند تا این باند داری خب چون ما سه تا داریم اینجا می نویسیم سه اینتر رو میزنیم و پورت ها رو یکی یکی اینجا وارد میکنیم پورت 1443 بود پورت 2 8880 هشتاد هشتاد بود و پورت 3 8080 هشتاد هشتاد بود اینجا هم ازم میپرسه ترانسپورت TCP یا UDP هست من میزنم TCP و اینتر رو انتخاب میکنم یه بار دیگه هم اینتر رو میزنم تانل رد روی سرور خارج هم برقرار شد برای اینکه چک کنم مطمئن بشم اوکی همه چیز شماره سه چک تانل رو میزنم اینجا اگر خارج سرویس سبز بود و ایران سرویس قرمز بود یعنی مراحل رو به درستی انجام دادید اینتر رو میزنید تا برگردید به منوی قبلی حالا بریم چک کنیم ببینیم تانل با موفقیت برقرار شده یا نه من این رو میبندم و وارد سرور خارجم هم میشم اینجا ما اومدیم سه تا پورت ساختیم اما خب این پورت ها در حال حاضر روی سرور خارج فعال هستند پس باید بیایم چیکار کنیم مثلا بیاییم پورت 8880 رو ادیت بزنیم بیاییم پایینتر اینجا نوشته اکسترنال پروکسی این رو من میام روشن میکنم و در این قسمت باید بیایید آی پی سرور ایرانتون رو وارد کنید من آی پی سرور ایران رو از اینجا کپی میکنم اون رو اینجا قرار میدم ریمارکش هم میتونید بنویسید مثلا ایران یا خالی بذارید هیچ فرقی نمیکنه فقط اینجا هم باید پورت 8880 باشه و با این پورت یکی باشه آپدیت رو میزنم و حالا میام کانفیگش رو کپی میکنم میبرم توی ویتوری و اون رو تست میکنم وارد برنامه ویتوری میشم از این بالا کانفیگ رو اضافه میکنم توی قسمت نشانی میبینید که آیپی سرور ایران من قرار گرفته حالا اتصال رو میزنم اینجا تست میکنم میبینید که به راحتی برای من متصل میشه و من میتونم از این سرویس استفاده کنم یا یوتیوب هم باهاش باز کنم اینم یوتیوب که خیلی راحت برای من باز میکنه خیلی از دوستان ریورس تانل که زده بودن یوتیوب براشون باز نمیشد یا اختلال داشت که به راحتی برای ما یوتیوب هم مشکلش حل شد امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید لایک و کامنت و صاف فراموش نشه موفق و پیروز باشید